به دیدن دوست خود به پوهنزه حقوق رفته بود، اما دیگر بر نگشت. داستان تلخ زندگی پسری که در پوهنتون کابل کشته شد. نویسنده فرشته غنی. گوینده داستان اجمل غفوری. با عرض سلام و درود خدمت همه شما شنونده های خوب چینل افغانستان جورنال. آرزوی صحتمندی هر یک شما را دارم و قبل از اینکه داستان را خدمت شما تقدیم بکنم، لطف کنین و چینل افغانستان جورنال را سابسکرایب کرده و دکمه زنگ را هم فشار بدین. آغاز داستان. درد از اعماق قلب مگذره. احساس میکنم می سوزم. دود و خاکستر میشم. حتی نمیتونم روزگار سخت را که سپری کردیم بیان کنم. ما در ولایت دایکندی زندگی میکردیم. وضعیت خانواده ما به حد خراب بود که حتی آرد بر نان پختن در خانه نداشتیم. ما در زمینای پسر کاکایم کار میکردیم. راستش اولین ضربه که به ما زد کاکایم بود. به خاطری که کاکایم 8 پسر داشت و ما هنوز برادر نداشتیم، به زور و جبر زمینای پدرم از پیشش گرفت. بعد از او برش گفت بیا در زمینای جنگ میکنیم، یا تو مرا بکش زمینا را بگی یا من تو را میکشم و زمینا از من میشه. ما و مادرم چون میفهمیدیم یگانه مرد خانواده ما پدرم است، او را از این جنگ و دعوای خانوادگی به دور ساختیم. نگذاشتیم که در این جنگ از بین بره، اما مجبور شد تمام زمینایش به برادرش واگذار کنه. سرنوشت چنان روز بر سر ما آورد که مجبور شدیم دوباره در زمینای کاکایم کار کنیم و با محصولات ناچیزی که از او به دست می آوردیم خرچ بخور و نمیر را آماده کنیم. یادم است وقت رسید که فقط کچالو در خانه داشتیم. نه روغن بود، نه آرد و نه هم بقیه مواد خوراکی. مادرم هم حامله بود. من کچالو را در آب جوش می دادم. بعد با هم یک جا می خوردیم. تا 4 روز ای کار می کردیم. روز پنجم هم کچالو کم بود. به اندازه نبود که شکم ما را سیر کنم. مادرم در حالی که خیلی درد داشت با ما و خواهر کوچک میلدا رفت از کردای دیگه سبزی چیدیم. زن همسایه مقدار روغن دنبه ما مادرم آورده بود. سبزی های چیده شده را با چند دانه کچالویی که داشتیم گد کردیم. در روغن دنبه پخته کردیم و خوردیم. مزه و غذاها تا دیر وقت فراموش ما نمی شد. بعد از 4 روز تانستیم غیر از کچالو چیز دیگه هم بخوریم. روزگار به همی سختی در گذر بود تا ای که مادرم طفل پنجمش به دنیا آورد. پسر بود. اسمش وهاب گذاشتیم. اما او امید جدید بر زندگی ما بود. چراغ خانه ما شد. به شمول پدر و مادر ما خواهرها هم هر آنچه از دست ما می آمد بر سلامتی وهاب انجام می دادیم. وقت برادرم 3 ساله شد، پدرم تصمیم گرفت به قصد کابل دایکندی را ترک کنیم. پدرم می گفت هیچ کس در خانواده ما درس نخوند. به کابل میریم تا حداقل وهاب درس بخونه. پدرم از یک دوست خودش پول قرض کرد تا ما را به کابل برسانه. در طول را چون غذای صحی و خوب بر برادرم نداشتیم و یک چیز در وسط را برش خریدیم. وضعیتش خیلی بد شد. اسهال شدید شده بود. بعد از رسیدن به کابل وضعیتش بدتر شده بود. هم استفراغ میکرد و هم اسهال بود. بیخی بیحال شد. ضعف کرد. به خانه یکی از اقوام ما رفتیم. مادرم با دیدن وضعیت برادرم خیلی وارخطا و سراسیمه شده بود. فکر کردیم برادرم از دست دادیم. نزدیک خانه دوست ما در کابل شفاخانه دولتی بر اطفال بود. برادرم به اونجا بردیم. مدت 15 روز در اونجا بستر شد. 10 شب اول را مادرم کنارش بود. بعد از او خواستم که بره خانه و من کنار برادرم شب ماندم. جایی که کودک ها بستر می شدن به آقایان اجازه ورود داده نمی شد. فکر نمی کردم که در یک شب پول نیاز شود.
از امین رو مام هیچ پول با خود نگرفتم و شبه در کنار برادرم ماندم. نیمی شب متوجه شدم که وضعیت برادرم وخیمتر شده. تمام بستر پر از استفراغ بود. دکتر به معاینه آمد. برم گفت که باید برم و از دواخانه بیرون یک پیچکاری بیارم. چون داخل شفاخانه وجود نداشت. ما گفتم پول ندارم که با او پیچکاری بخرم. وقت دو نرس دیگه از اتاق برآمدن، دکتر برم گفت میتونی به قسم دیگه پول پیچکاری را بپردازی. ما در اتاق معاینه خودم پیچکاری دارم. اگه خواسته باشی میتونیم از اوجا گرفته برش تزریق کنیم. اما قیمتش با پول پرداختن نمیشه. ما که با حرفای شفری دکتر بلد نبودم فکر کردم حتما میخوای اتاقای مریض ها را پاک کنم یا کدام کار دیگه بر پاککاری شفاخانه در نظر خود داشت. گفتم حاضرم، به خاطر نجات جان برادرم هر کار میکنم. دکتر پیچکاری را آورد، به برادرم در داخل سیروم انداخت، نزدیک ما شد، گفت یک ساعت بعد به منزل دوم اتاق چار بیا. بعد از گفتن یه حرف آهسته تر نزدیک گوشم گفت فکرت باشه که کسی نبود بیایی. با یه حرفش تکان خوردم. او رفت و ما همچنان در جایم حیران استاد بودم. زن به خاطر شیر دادن طفلش بیدار شد. به او قصه کردم که دکتر برم چی حرف زد. گفتم چی کار با ما داشته باشه؟ او برم گفت که ایجا بعض دکترها از مجبوری زنها استفاده میکنن و در بدل آزار جنسی به کودکایشان کمک میکنن. خوش کده باشی، پیشش نری. خیلی ترسیده بودم. دیگه هیچ شب را در اوجا سپری نکدم. بالاخره برادرم از شفاخانه رخصت شد. خوب شد. دوباره جان گرفت. در کابل زندگی بر ما سخت‌تر از دایکندی بود. باید خانه کرایه می‌گرفتیم. یک خانه دو اتاقه را به 2000 افغانی کرایه کردیم. پدرم کراچی گرفت و آرد و مواد خوراکی مردم را از یک منطقه به منطقه دیگه می‌رساند. با او مصارف خانه را پوره میکرد. شب که به خانه میامد از دست خستگی تمام بدنش درد میکرد. اما مرد بود. هرگز ناله نکرد که جانش درد میکنه. خوش بود. میگفت کار باشه. خستگی خو با یک گلاس آبم رفع میشه. پول ناچیز کار میکرد. ما و مادرمام در یک مؤسسه قالین بافی رفتیم. روز تا شب میشیشتیم. قالین میبافتیم. در آخر روزم پول ناچیز دست ما می رسید. دستای ما زخمی می شدن و حد سوزش می کردن که شب حتی وقت واسلین به او چرب می کردیم سوزشش زیادتر می شد. شبها خواب ما نمی برد. ما یک لحظه هم نمی تانستیم از کنار قالین دور شویم. از یک طرف زخم دستا، از طرف دیگر کمرهای ما از درد راست نمی شد. مدت یک سال که اوجا کار کردیم، مادرم دهسه کمر با درد شدید روبرو شد. حتی خودش شور دادن نمیتونست. وقت نزد دکتر بردیمش، دکتر بعد از گرفتن عکس از کمرش به ما گفت که موری کمرش صدمه دیده. باید استراحت کنه. مادرم استراحت کرد. چند روزه که گذشت، ما خواهر کوچکتر از خودم با خود کار بردم. که اگر به جای مادرم صاحب کار شوه. اما زنی که صاحب کار ما بود گفت ما دخترای زیر 18 سال را بر کار نمیگیریم. چون دونرای خارجی اجازه نمیتن. کار را بر ما نمیتن. از این رو تنها ما به کار میرفتم. مدت دو ماه کار کردم اما پول ناچیز بر ما میداد. مادرم نتونست دیگه تحمل کنه. دوباره آمد با ما یک جا بازم به کار قالین بافی پرداختیم. در میان 3 سال دگام سپری شد. درد کمر مادرمام شدیدتر شده رفت اما از کارش دست بردار نبود. برادرم به مکتب شامل ساختیم. وقتی او به مکتب می رفت مادرم دیگه هیچ وقت حاضر نبود پسر یک دانش با لباس و بکس کهنه به مکتب بره. از این رو هرگز وقفه نگرفت تا وقتی که وهاب صنف 4 مکتب شد. مادرم دیگه از قسمت کمر خودش خدا تکان دادن نمیتونست. او خانه نشین شد. ما بازم به کارم ادامه دادم. نمیخواستم پدرم در کار تنها بگذارم. در حالی که خیلی خواستگارای زیاد پشت می آمدن. اما ما دوست داشتم از پدر و مادرم مواظبت کنم. برادرم ببینم که مکتبش تمام کنه و به پوهنتون بره.
وهاب در درسای مکتب خیلی لایق بود. پسر مؤدب و مهربان بود. هر آنچه برش میگفتیم قبول میکرد. پسر خوبی شده بود. همه چشم امید خانواده به او بود. همیشه وقت به مادر میگفت که میخواد یک انجینیر شود. ما از هر نگاه حمایتش میکردیم. پدر مام زحمت میکشید و مام که بتانیم زندگی خوبی بر ما فراهم کنیم و او را کمک کنیم. پشت خواهرای کوچکتر از من خواستگاری آمدند. هر کدام به خانه بختشان رفت و وهابم به صنف نهم مکتب رسید. میگفت اگه آمادگی کنکور بخونه میتونه که به پانتون کامیاب شوه. ده غیر او امکان نداشت. پدرم این کارم امرایش قبول کرد، اما هر چی فکر کردیم نتونستیم مصرف کورس را برش مهیا کنیم. وهاب گفت اگه یک کراچی بولانی پزی بسازیم هم پول کورس من میبرایه و هم پول نوچیز به خانه میتونم کمک کنم. مقدار پولی که پدرم بر کرایه خانه جمع کرده بود را صرف کراچی بولانی پزی کردیم. این بار صاحب خانه ما گفته بود که به پول نیاز داره، باید 3 ماه پول کرایه خانه را بپردازیم. اما نصیب ای کار نبود. کراچی آماده شد. وهاب 5 ماه در کراچی کار کرد. صبح تا چاشت مکتب می بود. بعد از او هم به کراچی می رفت و کار می کرد. پسر زحمت کش بود. در کورس آمادگی کنکور شامل شد. خیلی درس خواند. حتی شبها وقت بیدار می شدیم متوجه می شدم که وهاب هنوزم بیدار است و درس می خواند. در فصل سرمای زمستان در اتاق سرد و خاموش می شیشت و درس می خواند. متوجه می شدم که از فرط سردی می لرزه، اما کمپل را به دورش پیچانده بود. خواب نمی شد و مصروف درس خواندن می بود. ما در زمستان فقط می تانستیم یک اتاق گرم کنیم و توانایی گرم کردن اتاق دیگر نداشتیم. به خاطر ای که در اتاق گرم همه ما خواب بودیم. وهاب در اتاق سرد درس می خواند. بالاخره دوره مکتبش به پایان رسید و امتحان کنکور داد. در امتحان کنکور به 15 ساینس و کامپیوتر کامیاب شد. این رشته را دوست داشت و به علاقمندی می‌خواند. گرچه خواست او انجینری بود، اما این چانس هم از دست نداد. به پوهنتون رفت. بازم مصارف چپتر و کتاب‌های خودش پوره می‌کرد. نصف روز کراچی بولانی پزی، نصف روز درس‌های پوهنتونش. در صنف دوم پانتون بود که یک روز نزد ما آمد و گفت خواهر، در صنف ما عاشق یک دختر شدیم. می گفتم وقت از پانتون فارغ شدی باز به خیر نامزد می سازیمند. همیشه رازایش نزد ما بود. ما با هم درد دل می کردیم. وقت به سمستر پنجم رسید. یکی از روزها در خانه نشسته بودیم که متوجه شدیم خبر عاجل در پانتون کابل انفجار رخ داده. ما جمعه هم داخل پانتون به محصلین چیلیک میکنن. خیلی وارخطا شدیم. به شماره وهاب زنگ زدیم. جواب نداد. پدر و مادرم هم خیلی وارخطا و جگرخون شده بودن. مادرم حتی ضعف کرد. تا آخر روز به تلفنش زنگ زدیم و جواب پیدا نکردیم. نزدیک پانتون رفتیم. نظامی ها اجازه نمیدادن نزدیک شویم. چیغ و سرصدای مردم زیاد بود. ما خیلی دورتر از پانتون بودیم. حتی داخل همو کوچه هم اجازه ندادن. بالاخره آخر روز خبر شدیم که زخمی ها را به شفاخانه های امرجنسی و امنیت بردن. در بین زخمی ها برادرم هم زخمی یافتیم. مرمی به کمرش و دستش اصابت کرده بود. اما هنوز زنده بود. جوانای بیشمار کشته شدن. مادرم بعد از همو واقعه فلج شد. از جا بلند شدن نتانست. به سختی به شفاخانه آوردیمش. گفته بودند که به دیدن یکی از دوستایش به پوهنزه حقوق رفته بود. اما غافل از اینکه قاتلین انسانیت او را میر باین. وقت زخمی بود دعا میکردیم و به خداوند گریه و زاری میکردیم که برادرم خوب شوه. اما بعد از چند روز دکترها گفتند چون زخمهایش عمیق بود و خون ریزی زیاد داشت، جان باخت. او دیگه زنده نیست. 3 روز بعد از او حادثه، خبر مرگ برادرم به گوشم رسید. خنده هایش بر همیشه خاموش شد. آرزوهایش را به گورستان برد و زندگی ما به ماتم سرا
مبدل گردید. پایان داستان.